اینجا رادیو پلاس، صدای ما را از تیوی پلاس میشنوید. تیوی پلاس میشنوید. تیوی پلاس میشنوید. احمد ایران دوست، نیما شمس و شراره رخام. شراره رخام مدتی از عرصه سینما و تلویزیون دور بود، چون شراره یه مدتی بود که ممنوع تصویر بود، داره به واسطه یه ژل لباش و چهره‌ای که داشت. ولی خب کلن گفتم یه مقداری مجدداً بستر زبون‌ها بیفته شراره و فراموش نشه، چون که سیستم ایران یه سیستم خیلی وحشتناک و با یک همخوانی زیبا به همراه احمد ایران دوست، آنچنان مارکت موسیقی رو ترکان که حالا حالاها هیچ ترانه‌ای نمیتونه به حد نصاب دانلود این ترانه برسه. سلام خانم. سلام. ارادتمندم. خوبی؟ سلامتی نیشالا. بله، دم جایی میخورم ببست. الهی میشه جونتون. هم خواستیم تبریک بگیم بهتون، همین که در واقع مقدار جزئیات کار رو بیشتر از زبون خودتون بشنویم. اصلا کجا شروع شد این داستان؟ ببینید، من چون خودم ترانه سرایی هم میکنم، بله، یا در واقع ترانه سرا هستم به نوعی، البته از خیلی وقت پیش من خودم یه سری متنای قطعات ادبی نوشتم، ترانه نوشتم از خیلی موقعهای پیش، بله، منتها هیچ وقت اینا رو هیچ جا منتشر نکردم. چند سال در واقع دارین شما این کار انجام؟ ترانه گفتن و بله. بالای 10 سال میشه. 10 سال. بله بله، درسته. بعد به هر حال این علاقه وجود داشت همیشه، منتها یک دو هم قرار بود با یک دو تا از خواننده‌هایی که علاقه به نام هستن کار دکمه رو انجام بدن، منتها برنامه به دلیلی هر بار میسر نمیشه. درسته. مثلا کار بخوام کیا قرار بوده که با هم کار بکنی؟ جان متوجه سوالت شدم. با کدوم خواننده ها قرار بوده کار بکنید بعد نشد که اتفاق بیفته؟ آخه شاید دوست نداشته باشن. نه، اونا که دوست دارن بعد خوشحالم بشن که. والا قرار بود که یه ترکی رو با آقای رضا صادقی کار بکنیم. به به. که ایشون از خواننده‌های بسیار بسیار مورد احترام و مورد تایید من هستن و همیشه دوست داشتم کارش رو دنبال بکنم. منتها دیگه حالا مردو نشد. بعد از اون با یک آقای دیگه کار کردم که متأسفانه اسمش یادم نمیاد. یک کمه کردم. درسته. بعد از اونم ولی خواننده سرشناسی نبودن احتمالاً. چرا فکر کنم بودن اون موقع، ولی من الان واقعا حضور ذهن نداره شما. بله درسته. به خاطر اینکه من و یه آقای دیگه با هم، یعنی یه بازیگر مرد و یه بازیگر زن، دو تایی با هم رفتیم از این دکمه کردیم. درسته. ولی اونم منتشر نشد. چرا فکر کنم اون اومد بیرون موقع ها، یادم نیست. آها. دیگه پیگیری نکردم. درسته. و اینکه این ترانه هایی که شما تو این 10 سال اخیر نوشتین به خواننده دادین که بخونه؟ یا نه همه رو باز خودتون نگه داشتین؟ به طور رسمی نه، به هیچ خواننده‌ای واگذار نشد. درسته. در واقع الان شما یه دفتر شعری دارین که آرشیو ترانه هاتونه. نمیتونم، جسارت نمی‌کنم در مقابل ترانه سرهای خیلی خوبی کشورمون. من همیشه به ترانه های مرحوم اصلی از اونایی که گوش میکردم احساس میکردم که خیلی زوده برای من که بخوام خودم رو ترانه سرا قلمداد بکنم، و در واقع یه جور جسارت خدمت ایشون. ولی واسه دلتون این کارو میکنید دیگه، واسه دوست دارید این کارو؟ بله، به طور حرفه‌ای اونجوری که حتما به شکل حرفه‌ای باشه نه، واسه علاقه. درسته. بعد تعداد اشعاری که تا امروز نوشتین میتونم بپرسم چند تا شده؟ تقریبا زیاد نیست، باشه نباشه فکر کنم حدود 15 تا. 15 تا. شراره رخام از اونجایی شروع کرد که سالهاست داره ترانه میگه، اما ترانه‌هاشو به هیچکی نمیده. چرا؟ چون دوست نداره. به فکر فروش ترانه نیستی؟ نه، تو آدم پولش هم جذابه ها خانم رخا. چرا؟ نه میگم پولش هم جذابه، در واقع دستمزد ترانه سرا، چون افراد خیلی زیادی نیستن که میتونن شعر بگن. بله، البته من همینجا میگم من پاک و کفش ترانه سرا کشورم نمی کنم، خدا نکرده براشون. نه من واسه دلم یه چیزایی گفتم، البته تمام کسایی که شنیدن یا حالا براشون خوندم همشون خیلی دوست داشتن. اینجا رادیو پلاس، صدای ما را از تیوی پلاس می‌شنوید. جیلو یادو سر نمی‌مانم.
ایشون بسیار بسیار در زمینه همخوانی تبحر داره و هرچند شکست نفسی میکنه، اما به راحتی. اگر خوانندگی خانم ها آزاد بود، میتونست خانم گوگوش شماره 2 باشه. و فیدبک های کاری که منتشر شد با آقای ایران دوست چطور بوده؟ شما پیشنهاد دادین با آقای ایران دوست بخونید یا ایشون به شما پیشنهاد دادن؟ در واقع این پیشنهاد مشترک آقای ایران دوست آقای نیموشم درسته که منم خیلی استقبال کردم به واسطه اون گذشتی که خدمت نرس کردم وجود داشت و وجود داشت و به خصوصی که من اول قبل از این که تصمیمم نهایی بشه نمونه کار آقای نیما شمس رو گوش کردم و واقعا سپرایز شدم چقدر خوب میخونن. آقای ایرانیش هم واقعا فوق‌العاده میخونن و موجه شدم با این که اوکی یه کار با کیفیت، یعنی دوتا خواننده‌ای قرار چیه ترک با هم کار بکنیم با دوتا خواننده‌ای که هر دوتاشون خوب هست. منهای نظرات بعضی دوستان که حالا یک کمی حساس هستن اصولا به ورود بازیگرا به عرصه، حالا در واقع ما اظهار نظر داشتیم از طرف به عنوان مثلا خواننده ها راجع به کار شما که مثلا یه مقدار آزاردهنده بوده باشه. نه از طرف خواننده ها نه، همشون طبعا. ولی یه سری از موزیسین ها حساسیت نشون دارن، مثلا من میخونم کامنتاش رو بعد میرم تو صفحه رو میدم که ایشون مثلا کار آهنگسازیه مثلا، ولی بعد نبوده که مثلا ما الان با آقای ایرانوس هم مصاحبه کردیم، ایشون گفتن که آقای ابی باهاشون تماس گرفتن و خیلی هم تشویقشون کردن به این کار، گفتن که صدات خیلی عالیه و تو میتونی که جای منو بگیری تو عرصه موسیقی. البته من در این مورد متأسفانه چون کارشناس موسیقی نیستم، من به عنوان شنونده عادی من واقعا صدای آقای ایرانوسو میپسندم، درسته، واقعا دوستشون دارم و البته همه رو غافلگیر کرد این صدای عجیب. ببینید هیچ خواننده‌ای که بخواد ورود بکنه به اندازه آقای ایرانوس سوال من سوپر نکرد، منظورم خواننده جدیده ها، درسته، که بخواد ورود بکنن، درسته. شما دوست داشتین که قانون ممنوعیت خوندن خانم ها تو ایران وجود نداشت و اینکه شما هم بتونید که به جای دکلمه بخونید؟ اصلا صدای خودتون امتحان کردین تو موقع خوندن؟ بله. چطوره به نظر خودتون؟ نگین که شبیه گوگوشه دیگه، ایشون که شبیه ابی بود، شما هم که میشین اتوانا گوگوش. نه نه من از شبیه گوگوش نیستم، من گوگوش برای من یه اسطوره است که به نظر من به عنوان یک خواننده اصلا تو کاری به حواشی داستان هم به عنوان یک خواننده، درسته، یک سری ها تکرار نمیشن، ما نخواهیم داشت، ما هیچ وقت اینه گوگوش نخواهیم داشت. حالا یه مقدار از صدا خودتون تعریف کنید، خوبه واسه خوندن یا نظر خودتون رو به عنوان مخاطب تا دکلمه؟ به هر حال فرض کن وقتی که من علاقه من شدم به دنیای خوندن، شاید بهت میگم شاید حدود 15-16 سال پیش که من مربی گرفتم، حالا نمیدونم، حالا برای یه سری کاری کردم، کسایی که گوش کردن دوست داشتن. کنسرت نمیذاریم واسه خانوما؟ نه پس من خیلی آمادم. بعضی از همکاران این کار انجام دادن و اتفاقای جالبی هم افتاده تو کنسرت هاشون. بله و چقدر صدوشون خود، من خودم کنسرت بله. خانم مرجان گلچین و خواهرشون رفتم، واقعا عالی بود، واقعا نمیشه گزارش گرفت، واسه همین ما نمیدونیم چه خبره اونجا. خیلی ببینید چون خانم خواهرشون که سالها خواننده بودن و ایشون که اصلا جای بحث نشه، عالی بله. خانم مرجان گلچین هم عالی، ضمن اینکه خانم گلچین چون بازیگر هم هستن، این عکس بازیگریشون میمیکشون و فضای کل در واقع بادی لنگویجشون با خوانندگی که میکس میشد، اصلا یه مرجون دوست داشتنی بود که من همش دوست داشتم ایشونو باز نمیدونم بغل کنم، انقدر ایشون فوق العاده بودن. خانم گلچین بی‌نظیر بودن، خانم شهر سلطانی هم کنسرت دارن. بله. هم قراره کنسرت جدیدشون داشته. اگه به شما پیشنهاد همکاری بدن چی خانم رخام؟ مثلا یعنی که شما بیاین با تو گروه ما، چون اینم در واقع کشف تازه‌ای از شما، یه سری جدید. من حالا جسارت نمی‌کنم با اختیار خانم. چرا جسارت نیست؟ علاقه هستی که بقیه بازیگران هم دوست داشتن. من اصلا خیلی آدم آرمانگرایی هستم، فکر می‌کنم همیشه باید به یه جایی برسم که بخوام این کارو بکنم. نه فکر نمی‌کنم هیچ وقت چنین جسارتی پیدا بکنم که این کارو. در واقع شما ترجیح میدید تو همون عرصه بازیگری فعالیت بکنید؟ نمی‌تونم بگم نه، ربطی نداره به اینکه به چی ترجیح میدم. اصلا فرض کن بازیگر هم نبودم. بله. هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم. یعنی این جسارت رو من ندارم حالا، نمی‌دونم. درست.
شاید یه روزی یه استادی منو خیلی تشویق بکنه، من مجبور به این کار بکنم، نمیدونم آدم از آینده‌اش خبر نداره. ان شاء الله هر چی در حال حاضر همین دکنم هم خیلی جسارت کردید، ببخشید اون چه دکنم کردم. کجا خطا کردم از چشم تو افتادم، این خیال اسمیست بغزم چه پردرزم، دنیا چه نامردم، این خیال اسمیست روزا رو میشمارم. ما ایران روز گفتن که منتظر فیدبک گرفتن از خانم جنیفر لوپزن برای این آهنگ و گفتن که مطمئنا توی یکی دو روز آینده خانم لوپز یا کامنت واسهشون میذاره یا پست این آهنگ رو پیجشون میذارن و شیر میکنن. شما فکر میکنید مهمترین آدمی که نسبت به این آهنگ نسبت به خود شما ریاکشن نشون بده کیه، یا شاید این آدم ریاکشن نشون داده که مهمترین آدمی بوده که نسبت به این آهنگ؟ ببینید من چون ذکنم کار برخ داشتم میتونم در این زمینه بگم کی برام خیلی، من همیشه میدیدم که شاعرا دقت کرده باشین بیشتر شاعرا شعرهای خودشونو خیلی بد دکنمه میکنن، یعنی معمولا شاعرا شعرهای خودشونو نمیدونم چرا یه جوری اونجوری که باید و شاید اجرا نمیکنن. درست میفهم. مثلا من خودم عاشق شعرهای فروغ فرخزاد هستم، عاشق شاید اصلا انگیزه من برای شروع به نویسندگی و شعرگویی ترانه‌گویی ایشون بودن، اما مثلا من صدای ایشون رو در قالب دکلمه گوش کردم، احساس میکردم ایشون یه ذره تند دکلمه میکرد، یعنی انگار که شعرش رو عجولانه میخوند، البته عالی بود، همونی هم که بود عالی بود. بله. تنها کسی که از نظر من، حالا شاید من به واسطه اینکه کمتر دکلمه گوش کردم، خیلی خیلی شعر خودش رو خوب اجرا میکنه خانم مریم حیدرزاده. بله واقعا به نظر من خانم مریم حیدرزاده در واقع انگار یه چیزی، انگار که یه بازیگره، همون روشی که برداشتم من دکلمه رو زندگی کردم، به عنوان بازیگر دیالوگاش رو زندگی کردم و اجرا کردم. احساس میکنم خانم حیدرزاده هم شعرشون و ترانه هاشون رو زندگی میکنن. بله. و در واقع دکلمه میکنن. نتیجتا من از فکرم سالها پیش که دکلمه های خانم حیدرزاده شروع شد از فنای ایشون بودم و درست. همیشه با علاقه با عشق انقدر شعرهای ایشون رو میخونم، انقدر دکلمه‌هاش رو گوش میکردم و یکی از طرفداری خیلی پرواقعش خانم رو خواهم خیلی اونایی که طرفدار خانم حیدرزادن به شدت عاشق پیشه ها بودن. بله من فرام سر در حال من حتی می نوشتم شعرشون، اینقدر دوست داشتم که واسه خودم رو کاغذ می نوشتم، هی می خونم می نوشتم، حتی نوشتن شعرهای خانم حیدرزاده من دوست داشتم که با خط خودم بنویسم. بله. نتیجتا به نظر من در زمینه دکلمه، حالا شاید کسای خیلی کسای دیگه باشن که دکلمه می کنم، متاسفانه من به واسطه اینکه تخصصم موسیقی نیست یا در این زمینه نیست آشنایی ندارم، جسارت نشه خدمت دیگرانی که هستن و من متاسفانه سعادت نداشتم صداشون گوش کنم. در مورد دکلمه‌ای که من گوش کردم به نظر من اگر کارشون عالیه دکلمه منو دوست داشته باشن، نظرشون واقعا باعث خوشحالی و تشویق من خواهد. بین خیالت ما می‌خواستیم این خبر خوش رو از زبون خود شما بشنویم. حالا این خبر خوشی که ما میگیم چی بوده؟ که البته آقای ایران دوست به ما گفتن، ولی اگه خودتونم به ما بگین که قطعا مردم خیلی بیشتر خوشحال میشن. کدوم خبر خوش رو؟ گفتن که عامل آشنایی من و خانم رخام نامزد ایشون بودن. ولی خب به خاطر ارادتی که من دارم به خانم رخام و نامزدشون از دوستان خوب من هستن. خانم رخام میگن که فعلا زوده. آه ایلو دادن دیگه خانم رو خواهم دیگه. نه نه لطفا به این عرصه برود نکنیم، چون اصلا هم شخصی همین که درسته اصلا واقعا دوست ندارم راجع به این موضوع خواهد صحبت به هیچ عنوان. بله من یه اخلاق بدی دارم که راجع به حرف نمیزنم. آره نه نه چون که اخیرا ما مصاحبه دیدیم از شما که در واقع یه کوچولو بود و اینکه چون آقای ایران دوست تو مصاحبه ما گفتن خواستیم که در واقع مردم رو خوشحال بکنیم. نه الان لطفاً مرسی، من دوست دارم به روش‌های دیگه مردم خوشحال باشن، همیشه خوشحال درست. باشن، ولی فعلا در این مورد احساس می‌کنم که زوده، یعنی الان راجبش حرف بزنید. بله باش چشم.
قطعا اگر که آینده وجود داشته باشه و یا هر خبر خوبی باشه حتما خودم با افتخار ایشالله که اولین کسی خواهم بود که به اصطلاح مردم عزیزم خواهم ایشالله خانم خیلی هم خوشحال میشیم بابت این اتفاق، همیشه هم خوشبخت باشین، بازم تبریک بابت آهنگ. میده بازم کجای زندگی تو روست نداری، اونجا رو من از نو بسازم، بگو اونجا رو من از نو بسازم. متشکرم، خیلی ممنون، مرسی وقت گذاشتی. شما فوق‌العاده این، من دوست داری خانم، مرسی که هستید و مرسی که یه دنیای جدید رو یک دنیای جدید رو در عرصه اینترنت بازید. ممنون از لطفتون. به من تو تکیه میکنی تا که عذاب اون بشی، میخوای بهت نزدیک شم تا که سراب اون بشی.